سرخط خبرها و مهمترین ها، سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهان تلاش های عملی برای تامین حقوق زنان افغان شد. ایزگای آخر، مرد در پروان به زندگیش پایان داد. طالبان از تصمیم قزاقستان برای حذف نامشان از فهرست گروه های تروریستی استقبال کردند. و همچنان در پایان، جمهوریت دوباره جایگزین امارت می شود. مشروع خبرها. سازمان امنیت و همکاری اروپا روز دوشنبه در نشست در اتریش از آموزش و اشتغال زنان افغان حمایت کرد و از جهان خواست برای حل این مشکل گام‌های عملی بردارد. این سازمان گفت چالش‌های زنان افغان پیامدهای گسترده برای ثبات و امنیت منطقه دارد. نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا با حضور نمایندگان و کارشناسان کشورهای مختلف در مقر ویانا پایتخت اتریش با محوریت چالش‌های زنان افغان برگزار شد. این نشست از سوی مقدونی شمالی به عنوان رئیس دوره‌ای سازمان امنیت و همکاری اروپا برگزار شد. در این نشست بر راهکارهای عملی برای توانمندسازی زنان افغان و کاهش چالش‌های آنان تاکید شد. این سازمان گفته که از حقوق زنان افغان به ویژه حق آموزش و اشتغال آنان حمایت می‌کند و خواهان حمایت و همکاری پایدار بین‌المللی شد. ایزگای آخر، مرد در پروان به زندگیش پایان داد. منابع محلی از خودکشی یک مرد 40 ساله در ولایت پروان خبر می‌دهد. این رویداد حوالی ساعت 6:30 بامداد دوشنبه در بازار ولسوالی شیخ خلیدری قربان رخ داده است. به گفته منابع، این مرد میاگل نام داشت و به دلیل بیماری روانی ناشی از مشکلات اقتصادی خودکشی کرده است. از این مرد 4 فرزند بر جای مانده است. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان، آمار خودکشی‌ها به دلیل گسترش فقر و بیکاری در بخش‌های مختلف کشور افزایش یافته است. بر بنیاد یافته‌ها، طی 2 سال گذشته تنها در ولسوالی شیخ علی پروان دست کم 3 تن به شمول یک دختر جوان خودکشی کرده است. طالبان از تصمیم قزاقستان برای حذف نامشان از فهرست گروه‌های تروریستی استقبال کرد. اعلام قزاقستان مبنی بر حذف نام طالبان از فهرست گروه‌های تروریستی ممنوع در این کشور با استقبال وزارت خارجه این گروه همراه شد. عبدالقاهر بلخی سخنگوی وزارت با نشر بیانیه گفته که این اقدام قزاقستان نشانه درک واقعی این کشور است. در بیانیه طالبان از قزاقستان به عنوان شریک مهم ترانزیتی و تجارتی افغانستان در منطقه یاد شده است. بلخی تاکید کرده که تصمیم حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی قزاقستان سبب پیشرفت روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی می شود که به نفع هر دو کشور است. آماج نیوز، حزب التحریر نشست دوحه یک سازوکار استعماری بوده و اشراک در آن عواقب خطرناک سیاسی دارد. حزب التحریر افغانستان در پیوند به نشست سوم دوحه گفته است که این نشست یک مکانیزم استعماری بوده و اشتراک در آن دارای عواقب خطرناک سیاسی می باشد. حزب التحریر روز یک شنبه در اعلامیه نشست سوم دوحه را یک نشست استعماری بین‌المللی دانست و می گوید که امریکا در آن به دنبال ایجاد مکانیزم جدید برای مداخله و تامین منافع خود در افغانستان بوده است. با گفته حزب التحریر، اشتراک در همچون نشست‌ها هرچند که با شروط نیز همراه باشد زیانبار است. این حزب نگاشته که جدعاً از حضور در نشست پرهیز گردد، زیرا در واقع استعمارگران غربی و کشورهای منطقه هیچگاهی به دنبال حل واقعی بحران افغانستان در دو دهه اخیر نبوده، بلکه همچون نشست‌ها میدان مشوره و رقابت قدرت‌های غربی و کشورهای منطقه بر سر منافعشان در افغانستان میباشد. طالبان در مورد چیزی نمیگوید. شمارش آرای انتخابات هند، ائتلاف مودی پیشتاز است. شمارش آرای انتخابات شش هفته‌ای هند با 642 میلیون اشتراک کننده آغاز شده و آمار ابتدایی نشان می‌دهد که ائتلاف احزاب به رهبری نرندرا مودی نخست وزیر همچنان پیشتاز است. روند شمارش آرا انتخابات سرتاسری هند روز سه‌شنبه 4 جون آغاز شده است و طی آن سرنوشت 543 کرسی در پارلمان هند مشخص می‌شود. رویترز به نقل از کانال‌های تلویزیونی هند گزارش داده که ائتلاف ملی دموکراتیک 300 کرسی را به دست آورده، در حالی که حزب ملی‌گرای هندو به رهبری مودی به تنهایی 255 کرسی را به خود اختصاص داده است. اعضاب رقیب برای پیروزی در انتخابات هند از میان 543 کرسی پارلمان به 272 کرسی نیاز دارند. با این حال حزب برنده انتخابات تا ساعات دیگر مشخص می شود، زیرا روند شمارش آرا مانند روند رأی‌گیری طولانی نخواهد بود. پیش از این نظرسنجی ها نشان می داد که ائتلاف نرندرا مودی بار دیگر در برابر ائتلاف اپوزیسیون به رهبری راهول گاندی پیروز خواهد شد.
در انتخابات هند که 19 اپریل آغاز شد، نزدیک به 1 میلیارد تن ثبت نام و 642 میلیون تن پای صندوق رای رفتند. بازداشت 70 معترض طرفدار فلسطین پس از ورود به کنسولگری اسرائیل در سان فرانسیسکو آمریکا. پلیس شهر سان فرانسیسکو ایالت کالیفرنیا آمریکا 70 معترض طرفدار فلسطین را پس از ورود به محوطه کنسولگری اسرائیل در این شهر بازداشت کرده است. پلیس در بیانیه اعلام کرده است که معترضان به محوطه کنسولگری اسرائیل در سان فرانسیسکو وارد شدند. بر بنیاد این بیانیه، بر رغم هشدار ماموران امنیتی، اما معترضان ساختمان کنسولگری را ترک نکردند و در نهایت آنان توسط پلیس بازداشت شدند. در این اعتراضات به کس آسیب نرسیده است. یکی از گواهان رویداد بر رویترز گفته که پلیس معترضان را یکی پس از دیگر از ساختمان خارج و بازداشت کرده است. بر اساس اطلاعات، معترضان که مخالفت خود را با حمله اسرائیل بر غزه ابراز می‌کردند، گفته بودند که بدون فشار حاضر به ترک ساختمان کنسولگری اسرائیل در این شهر نیستند. گروه زیر نام شبکه بین‌المللی یهودی ضد صهیونیسم در اینستاگرام خود اعلام کرده است که 100 تن در این اعتراضات شرکت داشتند. با این حال کنسولگری اسرائیل معترضان را آشوبگران و طرفدار حماس خوانده و گفته که از این اقدام متعجب نشده است. این در حالی است که چند پیش نیز پلیس آمریکا صدها دانشجوی طرفدار فلسطین را از دانشگاه‌های این کشور بازداشت کرده بود. طی 24 ساعت گذشته 14 نظامی اسرائیلی در رفح زخمی شده است. مقام‌های نظامی اسرائیلی میگویند که طی 24 ساعت گذشته دست کم 12 عضو ارتش این کشور در پی درگیری با نیروهای جنبش حماس در شهر رفح واقع در جنوب غزه زخمی شدند. ارتش اسرائیل دوشنبه شب در بیانیه اعلام کرده است که از جمعه گذشته تا اکنون 41 نظامی این کشور در درگیری با حماس در نقاط مختلف غزه زخمی شدند. در همین حال شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرده که یک منزل بمب‌گذاری شده در رفح را هنگام حضور نظامیان اسرائیلی منفجر کرده است که در پی آن شمار از نیروهای این کشور کشته یا زخمی شدند. ارتش اسرائیل شمار زخمیان خود را پس از حمله بر غزه 3703 تن اعلام کرده است. بر بنیاد گزارش رسانه‌های بین‌المللی 254 نظامی و افسر این کشور در شبخانه‌ها بستری هستند. گفتنی است که در ماه‌های اخیر رقم تلفات نظامیان اسرائیلی در غزه افزایش یافته است. چند پیش نیز در پی حمله راکتی حماس بر یک پایگاه نیروهای اسرائیلی در گذرگاه رفح شمار از این نیروها کشته و زخمی شده بودند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیوهای من را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند یار و مددگار همه شما باشه.